میرسیم به یکی از جذابترین قسمت های تکست، یعنی behaviors. شما برای دیدن این قسمت بیاین توی library behaviors و text sequence یا text animation. البته توی text animation خب ما چیز خیلی کمتری داریم، ولی توی text sequence خیلی خیلی بیشتر هست عناوینی که داریم. به طور مثال توی text move شما میتونید بیاین اینجا ببینید که چه انیمه اینجا ایجاد میشه اگه این behavior رو به این text نسبت بدین، یا مثلا این یکی، یا مثلا اینجوری، نمیدونم، هر کدوم که دوست داشتیم. به طور مثال ممکنه من از این تکس، از این نحوه انیمیشن خوشم بیاد و اون رو درگ بکنید روی تکستون. همونطور که شما میدین این علامت مثبت میاد، به این معنا که این انیمیشن الان به این تکس نسبت داده خواهد شد. یه نکته جالب دیگه که وجود داره این که شما اگه فونت فارسی هم داشته باشین میتونین این رو به فونت فارسی هم نسبت بدین، یعنی بیهیویر های شما برای فونت فارسیتون هم کار میکنن و مشکلی ندارن. اگر از یه بیهیویر خوشتون نیومد، میتونید بیاین توی قسمت پروجکت پین یا همون لیر پالتتون، توی در واقع F5 تون که همین پروجکت پین هست، و این آیکون کوچولو رو روشن کنید تا بیهیویر هاتون رو نشون بده. و حالا من مثلا میتونم اینجا بریز رو برای رادامک حذف کنم و برای مثلا امیرعزیزی نگرش دارم. این ببینم، خوش شاید این الان برای رادامک خشنگ تر باشه. اگر شما خواستین این زمانش رو بیشتر کنید، توی این مینی تایملاینتون شما افکت رو میبینید، میتونید اون رو طولانی تر کنید، مثلا 90 فریم، یا مثلا برای خود تکس امیرعزیزی هم میتونم این رو زیاد کنم، مثلا بکنمش 80 فریم. رم پریویو گرفتن شما توی موشن، اگه خواستید رم پریویو بگیرید و پریویو درست با زمان بندی درست رو ببینید، چون ممکن شما الان بگید این تصویری مقدار کنده و ریل تایم نیست. شما ابتدا و انتهای جایی که میخوای پریویو بگیری رو انتخاب میکنید، یعنی شروع و پایان که با آی و او در واقع تعیین میشن. مثلا اینجا، مثلا اگه اینجا بذارم، فقط نکته که باید در نظر داشته باشید این که چیزی رو نباید انتخاب بکنید، چون اگه او رو برای اون چیز خاص بزنید پایان رو برای همون در نظر میگیره. شما باید کنوستون رو یک کلیک بکنید انتخاب بکنید تا وقتی او رو میزنید همونجا بیاره. من مثلا اینجا از 1 تا 90 رو میخوام، اینجا او رو میزنم، حالا شاید یه خورده بیشتر، مثلا 91، و کامند آر شما برای شما رم پریویو میگیره. همونطور که شما میبینید سرعت رم پریویو فوق العاده سریعه توی موشن. و حالا میتونم ببینم، اگر من بخوام میتونم یک چیز دیگر هم باهاش قاطی کنم، مثلا این اسپرینگ رو هم باهاش قاطی کنم. حالا من اینجا دو تا بیهیویر دارم، یکیش اسپرینگه و یکیش بریزه، که زمانبندی های متفاوتی هم دارن. خب حالا ببینیم این یکی چه شکلی میشه. اجازه بدید من دیسلکتش کنم. همونطور که شما می‌بینید ترکیبی از هر دو تا بیهیویر رو حالا انجام میده. شما میتونید از طریق تایملاینتون زمانبندی بیهیویرها رو تنظیم بکنید، بگید مثلا اول این اتفاق بیفته بعد این اتفاق بیفته، اگر انیمه و کی فریم دارن کی فریم هاشون رو جابجا کنید، و حالا خیلی خیلی چیزهای دیگه. فقط این نکته رو شما در نظر داشته باشید که برای تکست هاتون من فکر کنم یه چیزی حدود 100 تا حداقل، البته اینجوری که اینجا نوشته 274 تا، البته نه راست بخوای این اگه عددی دیگه است، علی الظاهر ما 274 تا بیهیویر داریم توی کل موشن که دقیقا نمیدونم چند تاش مال تکس هستن، ولی مسلما یه تعداد خیلی زیادی هن. من اینجا مثلا این دوتا رو دوباره حذف میکنم برای امیرعزیزی، میام توی مثلا زوم و حالا فرضاً از این خوشم اومد
اینو بهش نسبت میدم. حتی برای فونت فارسی شاید خیلی قشنگ نشه ولی به هر حال بدم نیست. یه نکته دیگه که اگه شما اینجا موشن بلار رو روشن بکنید، شاید شما توی افتر افکت این موشن بلار دیده باشید، موشن بلار یه مقدار زمان رندرتون رو بیشتر میکنه و کنتر میکنه، اما حرکتی که شما دارید رو بهش تاری میده. یعنی حتما شما دیدید توی زندگی واقعی و توی فیلم مداری واقعی وقتی یه سی تکون میخوره تار میشه یه مقدار، به این تار شده که موشن بلار میگن، که اگه شما بخواید میتونید از اینجا روشنش بکنید. حالا من اگر رم پریوی بگیرم قطعا یه مقداری کنتر خواهد شد ولی قشنگتر میشه. این نکته هم در نظر داشته باشید که شما اگر دستگاه قوی تری داشته باشید خیلی سریعتر این رم پریویو انجام میشه، یعنی کارت گرافیکی بهتر و سی پی یو بهتر. و اینکه من خود تصویرم الان دارم ریکورد میکنم، یعنی اگر من این خودآموز رو الان ضبط نمیکردم طبیعتا این اتفاق خیلی سریعتر میتونست بیفته، این رم پریویو خیلی سریعتر میتونست انجام بشه به دلیل اینکه یه بخشی از خود سی پی یو رو الان این ضبط کردن تصویر من داره اشغال میکنه. خب اگر رم پریویو ما تموم بشه توی این چند ثانیه، همونطور که شما دیدین موشن بلار ما زمان رندرمون رو خیلی خیلی زیاد کرده، خب تصویرمون خیلی متفاوت میشه الان با هم میبینیم. بذارید من استاپ رو بزنم، هر انقدرش فکر کنم کافی باشه. همونطور که شما میبینید ما تار شدگی این لبه های اینا رو میتونیم ببینیم و تصویرمون خب خیلی جذاب تره، یا حداقل دید من جذاب تره. خب این هم از قسمت behavior برای تکست. تنها نکته که موند و من خدمتتون نگفتم، اگر اجازه بدید به عنوان حسن ختام این قسمت من بگم خدمتتون، اینه که اگر شما هر تکستی رو توی موشن انتخاب بکنید و بیایید توی قسمت 3D move، شما میتونید اون رو توی فضای سه‌بعدی در واقع چیزش بکنید، behavior بهش بدید. مثلا اینجا من اگر این رو به رادار نسبت بدم و یک کامرا هم به تصویرم اضافه بکنم، شما میبینید که توی فضای سه‌بعدی اینها میان و ایجاد میشن. این همه تکست در واقع بیهیویر های دیگن فقط توی فضای 3D این 3D موف ها انجام میشن. خب امیدوارم قسمت بیهیویر تکستمون براتون جذاب بوده باشه.